تو دل همین داستانای برجام اینجوری شد. من گفتم دیگه مسئولان رو الحمدلله دویدن میرن همینجوری هیچ چیزی امضا میکنن، نمیتون چه کاری هم ندارن که این عواقبش چیه. بعد از این امضا رو بعد چیز از اینا بکنی یه مفتی من چه امضا نمیکنم، چه تضمینی برام داره، چی بهم میرسه؟ یه چیزی هم به شما بگم، بعد از برجام حالا تا حالا شاید به این شکل کسی نگفته باشه، خوب دقت بکنی سر یه دعوای حقوقی ایران آمریکا یه سری پول به ما برگردون، سر پولایی که از قبل انقلاب تو آمریکا بعد یه سری اسلحه ما پولش دادیم خریدیم پس نداده بود، درست شه؟ بعد پولم نقد دادن، یعنی پولو دلار دادن، کاغذ گذاشتن تو هواپیما، هواپیما اومد، فهمید چی شد؟ حالا خوب گوش بکنید. بعد اوباما گفتش که نه این خوب بود، اگر ما تو دادگاه حقوقی مثلا محکوم می‌شدیم فلان می‌شد، همون میشد، من تو خیلی خوشحالی دیگه، یه خوب اینو گرفتن. این شروع بود، این خط این نشون. آمریکا یه مقداری پول داد با دعاوی چی؟ حقوقی، که تو این نوع بازی رو چیکار کنی بگید؟ بپذیری. حالا منتظر دعاوی حقوقی اونور باشه. یک بررسی بنده کردم تا الانی که دارم برای شما سرود بعد برجام دادگاه‌هاشون محلی ایالتی چی گر رو گر دارن حکم میدن، فهمید؟ نزدیک به 60-70 میلیارد دلار تا الان دادگاه‌هاشون حکم دادن. تو چقدر تهش پول گرفتی؟ یعنی یه میلیارد دلار بود، چقدر بود؟ تو کمتر بود، بیشتر بود، همه اولاش بود. گرفتی چی شد؟ یعنی یک قواعد بازی رو پذیرفتی. دون پاشید. یه میصرفه دیگه. 500,000 تا دلار میدیم. بعد 50-60 میلیارد دلار مصرف میشه. یه قانون جاستاس تصویب کردن که شهرونداشو میتونن چیکار کنن؟ از دولت‌ها شکایت کنن. بازی با عربستان سعودی هم شروع شد. دیدی چه سر صدای درست کرد؟ اما به محض تصویب قانون کی ازش شکایت کرد؟ جیسون رضایی. روزی که توافق هسته‌ای ایران به نتیجه رسید برای خیلی ها روز خوبی بود، از جمله برای چند زندانی که در این روز تاریخی بین ایران و آمریکا مبادله شدند. جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در دفتر تهران که 544 روز در ایران زندانی بود یکی از آنهاست. نشریات محافظه‌کار در ایران اتهاماتی همچون جاسوسی و همکاری با دستگاه‌های اطلاعاتی را متوجه او کرده بودند، اتهاماتی که خودش و خانواده‌اش رد می‌کرد. حالا چند ماه بعد از آزادی در واشنگتن، جیسون رضاییان و همسرش یگانه صالحی که او هم 2 ماه در ایران زندانی بوده، در دادگاهی در آمریکا از ایران شکایت کردند. آقای رضاییان در شکایتش میگوید ایران او را گروگان گرفته بود تا در مذاکرات هسته‌ای دست برتر را داشته باشد. در این شکایت نامه ایران علاوه بر گروگانگیری به شکنجه و ایجاد رعب و وحشت متهم شده. آقای رضاییان در برگه شکایت که بخشی از آن در روزنامه واشنگتن پست منتشر شده گفته که رفتار نیروهای امنیتی ایران آسیب‌های روحی و روانی متعددی به او، همسرش یگانه و سایر اعضای خانواده وارد کرده. او میگوید در طول بازداشت دچار بیماری‌های روحی و روانی شده، اما به امکانات درمانی دسترسی نداشته. مدام تهدید می‌شده که همسرش را می‌کشند و از او اعتراف اجباری گرفتند. جیسون رضاییان رفته توی دادگاه شکایت کرده، به نفعش هم رأی خواهند داد. وقتی رأی بدن چی میشه؟ گفته آقا من شکنجه روحی شدم اونجا. یهویی میگه آقا 10 میلیون دلار این. بعد این مسیرش باز میشه. فهمید چی شد؟ همه میگردن اوه چون چه روش خوبی، یه شب حسابی 1 میلیون دلار شد. امیر حکمتی، تفنگدار سابق نیروی دریایی آمریکا که در ایران زندانی بود، به تازگی از طرح شکایت علیه دولت ایران به خاطر شکنجه ها و خسارت های وارد شده بر خود در دوران زندان خبر داده. آقای حکمتی سال 1390 به ایران سفر کرد و در پی آن به جاسوسی برای آمریکا متهم شد. او ابتدا به اعدام و سپس به 10 سال زندان محکوم شد. آقای حکمتی اما پس از 5 سال زندان 3 ماه پیش در جریان تبادل زندانی بین ایران و آمریکا آزاد شد. امیر حکمتی در دادگاه فدرال شهر واشنگتن اقامه دعوی کرده و خواستار جبران خسارت‌های اقتصادی شده. سکات گیلبرت وکیل امیر حکمتی رفتار حکومت ایران با موکلش را تحقیرآمیز خوانده، میگوید رنجی که به او وارد شده قابل جبران نیست. این هم 1 میلیون دلار، 1 میلیون دلار، 1000 تا 1 میلیون دلار میشه 1 میلیارد دلار. میشه 10,000 نفر، 15,000 نفر رو شکایت کرد. بعد مسیر شکایت هم برای کشور ما بازه. بهتون بگم یعنی بهانه های حقوق بشری چه و چه و چه و چه خیلی از اینها فراهمه. یعنی حالا مونده بفهمید چی، یعنی حالا مونده داستانی داره اتفاق میفته. فعلا داغی.